با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، بار دیگر ایران و نحوه برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی به موضوع مناظره میان رقبای انتخاباتی بدل می شود. جمهوری خواهان می گویند باراک اوباما باید قاطعیت بیشتری در خصوص برنامه اتمی ایران نشان دهد. این در حالی است که مقامهای کاخ سفید می گویند آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما شدیدترین تحریم ها را علیه ایران وضع کرده و فشارها علیه ایران موثر بوده. Globally, in the world, Iran is isolated like never before. ایران بیش از پیش منظری شده است <applause> کشورهای بیشتری ایران را تحریم می کنند و این کشور دوستان و حامیان و شرکای اقتصادی کمتری دارند مقام های کاخ سفید تاکید دارند زمانی که اوباما به ریاست جمهوری رسید توافقی بر سر نحوه برخورد با برنامه اتمی ایران وجود نداشت ولی اکنون اکثر کشورها بر سر افزایش تحریم علیه ایران به توافق رسیدند اما منتقدان رئیس جمهوری آمریکا میگویند وی باید افزایش تحریم ها را پیش از اینها در دستور کارش قرار میداد اگر پرزیدنت اوباما در ابتدای ریاست جمهوریش تحریم های سختی را علیه ایران اعمال میکرد. ما امروز شاهد وضع متفاوتی بودیم. تحریم هایی سختتر از آنچه که دولت آمریکا اکنون اعمال می‌کند، تحریم بانک مرکزی و به اجرا گذاشتن مرحله دوم تحریم های جامع علیه ایران. اما دولت اوباما میگوید ترکیبی از تحریم ها و نیز اشتباهاتی که خود ایران مرتکب شده باعث کند شدن پیشرفت برنامه اتمی ایران شده و با افزایش تحریم ها آمریکا و متحدانش امکان دستیابی ایران به سلاح اتمی را کاهش خواهند داد. در این راستا سنای آمریکا طرح تحریم بانک مرکزی ایران را به تصویب رسانده. بسیاری از ناظران معتقدند این طرح از سوی رئیس جمهوری آمریکا به اجرا گذاشته خواهد شد. به نظر من در رابطه با تحریم ها علیه ایران در واشنگتن اجماعی گسترده و فراحزبی وجود داره. دولت آمریکا متوجه است که رگ حیات رژیم نفته. به همین علت به نظر من ما شاهد افزایش تحریم ها علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفت ایران خواهیم بود. سنای آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را در قالب متمم لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده به تصویب رسانده. همه سناتور آمریکایی به این طرح رأی مثبت دادند. آمریکا نشان از حمایت گسترده از افزایش تحریم علیه ایران دارد. در این راستا قرار است طی هفته جاری مجلس نمایندگان آمریکا نیز در خصوص تحریم های جدید علیه ایران به رأی بپردازد. هومن سیسان صدای آمریکا واشنگتن